مادر کلان نواسه خود صدا کرد که فقیر فقیر بیا بیا خمیره ببر، بیا بر پدرکت نالت بیا، بیا که بامبار کنده کن کدی، بیا 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 که زاره ما کفاندی دل ما دست داغ داغ است، بیا او روی روی موی خاک پرد زیر خاک شوه، بیا خمیره ببر. نه میبرم زور داری نه میبرم بودی فران رو شده و بیا خمیره ببر. خب باشه او بابی ده من خودم خمیره میبرم. خب با قرآن های شکه بانمت. خب باش بابی دیایا خو خانم بیچاره خودش خیست خمیره ببره او لب سرک خانه از یا نانوایی بود، این طرف هم ترافیک، این خمیر دمی سرک سرک دستش همون طرف تیر میشه، میخواه که تیر شوه دمی سرک، میخواه تیر شوه که در این اصنا ترافیکش پلاک کرد خونه نه برو برو چی میگی بازی کده میدی؟ گوشم نمشنود چی میگی؟ برو که نال موتر میزنه لیشت میکنه. آه بچم گوشم نمشنود. خب وقتش ترشاره میکدی ما که جوان بودم در اگش پلاق میرفتم. میگن که بچگک آمد از بیبی خود پرسان کرد که بیبی جان همین فرق بین تفنگچه و ماشین دار چیست؟ بچه این فرق در بین تفنگچه و ماشین دار زیاد است. این ما تفنگچه است و مادرت ماشین دار. یک دفعه که شروع کردم بر 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 دیگه چیزم باز شور میخوره. همسن سالت 10 سال میشه از مردش تو هنوزم زنده استی. گفتم خدای تا بگو خدا مرا الهی 100 سال عمر بده، 1000 سال عمر بده که بیشینم مینام ترکایی خور چشمت باشم مینام ترکایی. یک دفعه روسم طرفم سعی میکنم می خور چشم من نیستی زمین قبولت نداره، زمین از ایباید مردای بدرنگ نمیخواه. قربان شما. معال یک آهنگ، یک آهنگ زمزمه میکنم و از شما عزیزا پرسان میکنم که این هنرمند کی است؟ چی کنم غیر تو ای شوخ نگار دیگری، نرگس مست چرا از خمار دیگری، چی کنم غیر تو ای شوخ نگار دیگری، نرگس مست تو را از خمار دیگری، نرگس مست تو را از خمار دیگری. کدام هنرمند هستی؟ قربانتان. تشکر. میگن که مادر بچه خود به تشویق میکرد به زن دادن. گل مادر خود تا به کی مجرد میشینی؟ زن کو زن کو که دست ما هم صفاک شوه. وقتی که زن کنی زندگی جمع میشه بچیم، حداقل یک 4 روپی که جمع میکنی و نموره بر دست خانمت میتی و نموره بر جمع میکنه بچیم. ما حداقل زن 4 روز زنده استم نواسه ما ببینم. کمی زن کنی بچیم یک تک زندگی جمع میشه، خوش میشی، هوشیار میشی، زندگیت هم میفهمی. یک دفعه بابیش گفت که مادرش گفت سعی کن یک بچگک بود همسایه ما، دیوانه بود بچه، مصابش خراب بود، هر کسی که میدید چک منداخت. او توی اگال بود که توبه بچه، اونو را که زن دادن جور شد بچه، جور شد دیوانه بود پاک صفا می زن دادنش و نال جور پاکیزه شد. یک دفعه بابیش از اون طرف صدا کرد میگم نه بابا جور پاکیزه بود، زن که دادنش دیوانه شد. خانم
پیچکاری خدا آورد خانم سرسفید پیش دکتر آورد. وقتی که دکتر نرس بود یک دفعه گفت خاله جان از این دگام پیچکاری شدین؟ هر دفعه دمی مرا پیچکاری می کدام وقت دگام ما تا پیچکاری کردین زیاد از این؟ بعد وقت دگام پیچکاری زیاد از این پیچکاری کرده مکر خب کدام گپ خود نشده؟ نه چی گپ میشه دای مفهمی پیچکاری میکنم خب وقتی که پیچکاری کردی خانم دولت کوما رفت خانم دولت کوما رفت دیگه دکترها نرس ورختا دکترها دیگر هم صدا کنن من هم میفهمم دکتر صاحب خودش گفت که ما چیز نشدیم ما پیچکاری نه وقتی که یک نرس وظیفه‌ش اینه میست که پیچکاری میکدی باید است میفهمیدی که حداقل کشتی مریض کشتی مریض کشتی خب چند قباتی دکتر رفتیم دکتر بزرگ رفت و مریض اکسیژن داد و مریض خالگت پس یک کمک ور سر حال آمد گفت مادر جان چطور است حال وضعت از این پیچکاری شده بودی؟ الو از این پیچکاری هر دفعه که کنم این هم تمیشه دوستای عزیز قربانتان جوانای مهربان ما جوانای عزیز ما فامیلای مهربان ما بلخصوص خواهرای مهربان ما که امشب تشریف آوردن قربان قدمای شما مرا افتخار بخشیدین مرا انرژی دادین با دیدن شما راستی واقعا من زیافتر انرژی میگیرم ما از خود بخیر پس دوباره اگه طرف خواست خدا بود طرف ماجرت پس ماجر بریم طرف دیار دومی خود از خود خاطره های از شما خاطره های ببرم و مردم نازنین خدا که قلبن در هر گوشه دنیا هستن برای ما عضو فامیل مستن قلب مستن قربان یک یکتان شوم I love you مادرای نازنین خواهرای ما جوانای قندول قربان قدمای شما انشالله باز هم میایم خدا تا برنامه بعد دیدار باشیم قربانتان تو خنده آرای دیگر به همکاریه